29 روز بهمن ماه برابر با 18 فوریه، سال 853 خورشیدی برابر با 1475 میلادی، درگذشت میکلانج نقاش و مجسم ساز بلند آوازه ایتالیایی، سال 942 خورشیدی برابر با 1564 میلادی، زادروز گالیلئو گالیلی دانشمند و ستاره شناس و ریاضیدان بزرگ ایتالیایی که پس از چندی موفق به ساخت تلسکوپی گردید که به وسیله آن می توانست کوه‌ها و دره‌های ماه را ببیند و ادعای ارسطو مبنی بر صاف و صیقلی بودن ماه را باطل اعلام کند. سال 1032 خورشیدی برابر با 1654 میلادی، درگذشت ژان لوی بالزاک نویسنده فرانسوی که شیوه ساده نگاری را عمومی ساخت، سال 1123 خورشیدی برابر با 1745 میلادی، زادروز الکساندر ولتا فیزیکدان برجسته ایتالیایی که تحقیقات بسیاری در رابطه با الکتریسیته انجام داد و موفق شد دستگاه اندازه‌گیری مقدار برق یا الکترومتر را که وسیله‌ای برای ذخیره کردن الکتریسیته بود بسازد و در حقیقت بشر را در آستانه بهره برداری از نیروی برق قرار دهد. به همین خاطر هم پس از مرگش کنگره دانشمندان الکتریسیته واحد نیروی برق را به افتخار نام وی ولت نامیدند. سال 1227 خورشیدی برابر با 1849 میلادی، زادروز لوتر بوربنگ محقق و طبیعیدان برجسته آمریکایی که توانست از گیاهان سودمند انواع سودمندتری به دست آورد و بر همین اساس به تکثیر صدها نوع گیاه بپردازد و در این راه به شهرت فراوانی برسد. سال 1286 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، مجله هفتگی سور اسرافیل که به مدیریت میرزا جهانگیر خان شیرازی و با همکاری میرزا قاسم خان تبریزی و علی اکبر دهخدا منتشر می شد و پس از چندی به یکی از برجسته ترین نشریه های دوران مشروطه مبدل شد. سال 1298 خورشیدی برابر با 1920 میلادی، درگذشت رابرت پیری دریانورد آمریکایی و کاشف قطب شمال، سال 1299 خورشیدی برابر با 1921 میلادی، واحدهای تیپ قزاق به قصد تصرف تهران و کودتا به سوی پایتخت به حرکت در آمدند. سال 1315 خورشیدی برابر با 1937 میلادی، به منظور توسعه امور بازرگانی راه آهن شمال به جنوب ایران متصل شد. سال 1333 خورشیدی برابر با 1955 میلادی، یک پیمان نظامی و دفاع مشترک میان ترکیه و عراق به امضا رسید که بعداً انگلستان، پاکستان و ایران هم به آن پیوستند و پس از خروج عراق از آن پیمان، این اتحادیه نظامی به سازمان پیمان مرکزی سنتو تغییر نام داد.